زنان در تمامی سطوح تصمیم گیری در سراسر جهان کمتر حضور دارند. این یعنی دست کوتاه زنان از سیاست. دنیای سیاست دنیای مردان است و بنا به گزارش سازمان ملل 130 سال طول می کشد تا برابری جنسیتی در بالاترین مناصب قدرت حاصل شود. اما اینکه گفته می شود زنان حضور کمی در سیاست دارند، یعنی اینکه آیا آنها در این مناصب حضور دارند؟ مثلا چقدر به ریاست جمهوری می رسند؟ یا معاون نخست وزیر و یا وزیر می شوند؟ چند صندلی در مجلس به زنان اختصاص می یابد؟ و چه تعدادی از مدیریت استانها و شهرها را زنان تشکیل می دهند؟ با نگاهی به آمارها می توانید که حضور زنان در سیاست جهان کمرنگ است. فقط 26 زن در جهان رئیس دولت یا ایالتند. تنها حدود 21 درصد وزرای دولت ها زن هستند. به جز بعضی کشورهای اروپایی و کانادا، در نیکاراگوئه 58 درصد کابینه زن هستند یا در رواندا بالای 50 درصد. همین آمارها گویای این است که 55 سال طول می کشد تا برابری جنسیتی در پست‌های وزارتی در کشورها حاصل شود. همین میزان اندک پست‌های وزارت هم که به زنان رسیده، عموماً مربوط به وزارتخانه‌های خانواده، کودکان، منابع طبیعی یا محیط زیست است. در نمایندگی مجلس هم وضعشان چندان تعریفی ندارد. تنها 25 درصد کل نمایندگان مجلس ملی کشورها زن هستند. یکی از عوامل دور نگه داشته شدن زنان در سیاست این است که هیچ سهمیه قانونی برای ارتقای مشارکت سیاسی زنان وجود ندارد. شاید برای همین است که حضور برابر زنان با مردان در سیاست دور از دسترس به نظر برسد. ایران هم یکی از کشورهایی است که زنان در سطوح بالای تصمیم گیری غایب نگه داشته شدند. در ایران طبق اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی باشد. همین واژه رجال هم محل اختلاف است که رجل یعنی مرد و زن نمیتواند رئیس جمهور شود. در حیات 43 ساله جمهوری اسلامی فقط یک زن بر صندلی وزارت تکیه زد. مرضیه وحیده دستجردی وزیر بهداشت در سال 88. اگرچه بعضی دولت‌ها معاونان زن را به کابینه‌هایشان راه دادند که به زور به تعداد انگشتان یک دست می‌رسد. با نگاهی به نمایندگان زن مجلس در کل ادوار هم میتوان دید در این دوره مجلس هم 16 زن به آن راه یافتند. بیشترین تعداد نماینده زن با 17 نفر در مجلس قبلی بودند. در حوزه مدیریت شهری هم حضور زنان بسیار ناچیز است. فقط 0.5%. و عموماً اصلا زنان جایی در استانداری ها ندارند. با همه این اوصاف اما همین حضور انگشت‌شمار زنان در ساحت سیاسی جمهوری اسلامی که از فیلتر حکومت هم رد شدن همواره محل انتقاد فعالان حقوق زنان بوده، چرا که همین زنان پا به پای مردان سیاست بودند تا در کنار زنان جامعه. لیلا سعادتی، لندن.